برگشتیم در ادامه برنامه بخش ورزشگاه هست و از افتخار آفرینای این سرزمین صحبت کردیم و گفتیم که مهمانهای ما هستن، تشریف آوردن، تمام تیم 15 سال اینجا هستن با ما، با استادا و مربیایشان، و جای خوشبختی است بر همه ما و شما که این قهرمانا را امروز اینجا دعوت کردیم و ایمال هم رفته در جمع همین قهرمانا استاد شده و میخواه یک چند لحظه حس از این را پیدا کنه که قهرمان بودن چه حسی داره، هرچند دیروز رفته بود به استقبالشان و قصه کرد اینجا بر ما. خب مهمانای ما را میخواهیم که خوش آمدی بگویم و صحبت های خودشان نداشته باشیم. اول خب همگی یک خوش آمدی دسته جمعی دارم و مبارک باشه براتان، دستاورد بسیار بزرگی بوده و دکتر صاحب خوش آمدین، از شما میخواهیم صحبت ها را شروع کنیم همونطور به ترتیب. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان تلویزیون خوب طلوع، ما من ایس حیات که با یعضای تیم به کشور تاجکستان سفر کردیم، چیزهایی را داشتیم، آموختاندیم و چیزهایی را داشتن که آموختیم و بسیار یک سفر خوب، سفر خوش و نوبت بعدی اگر شب بس میشه مفصل روش بس میکنیم. کاظمی صاحب خوش آمده. زنده باشین، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت تمام مردم دوست داشتنی افغانستان. سید هادی کاظمی هستم، سرمربی تیم ملی 15 سال افغانستان. سلامت باشین، خوش آمدین، صبح بخیر. خوش باشین، سلامت باشین. پرویز انصاری هستم، کمک مربی تیم ملی 15 سال. اولتر از همه یک قهرمانی تیم 15 ساله و شما و از طریق شما و تمام افغانا تبریک میگم. زنده باشین، خوش آمدین، صبحتان بخیر. خوش باشین، سلام و عرض سلام و صبح بخیر خدمت تمام دوستان و بینندگان تلویزیون طلوع. شفق الله هستم، یکتن از دوباران فدراسیون فوتبال افغانستان. سلامت باشین. به نام خدا و عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان تلویزیون طلوع. محمد یاسین رحمانی، تمام که مایک ها بلند بگیریم، داور ملی فدراسیون فوتبال افغانستان. سلام و صبح بخیر خدمت بازیکنان عزیز ما، قهرمانان عزیز ما و همچنان آمادگان عزیز ما که همگی یک بیننده از این برنامه هستند. علی مقاشیرزاد هستم، یک تن از داوران فدراسیون فوتبال افغانستان. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، صبح بخیر. قهرمانی ملت افغانستان برایشان تبریک میگم. زنده باشین. ایمال دیگه اونم اونجا استاد هستی، صدای تو هیچ نمیکشه. و خواستم که در جمع از این سفیران سل باشم، در جمع از این شیران باشم، در جمع از این دل ایران باشم که با هیچ خود در بهترین میدان ها مبارزه میکنن و جام قهرمانی را برای این ملت دوزداشتنی، برای ملت رنج دیده و درد دیده افغانستان هدیه میتن و واقعا که امروز میبالم، افتخار میکنم، برای تک تکتان از صمیم قلب تبریک میگم. برای تمام مردم افغانستان این قهرمان ها هستن که خوشی و لبخند برای مردم افغانستان هدیه میکنن. میخوایم که از اینا هم بشنوام و میشه که مایک بتین این طرف هم و نمایندگی کی میخواه که صحبت بکنه، دستتان همه تا آزادانه بلند بکنه. بله شریف جان، بله شریف گلکیپر است دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، شریف امینزاده هستم، یکی از دروازه‌بان تیم ملی 15 سال. خب آخرین امید تیم ما هستین، نه؟ بله بله. خب بین کمی از بازی بر ما بگوین که چطور بود، چقدر براتون قناعت بخش بود؟ خب دیگه بازی ها دیگه مشکل بود برای ما، چون میدان ما، بازی های ما از طرف شب بود و سبزیش خوشبختانه که مصنوعی بود، چون ما آمخته بودیم، ما پیش از پیش چیز ما را آمادگی خاص داشتیم به خاطر مسابقات و اصلا به خاطر قهرمانی رفتیم و مقام گرفتیم، مقام قهرمانی را و خواستم هم قهرمانی بود که باید قهرمان میشدیم. بله جناب کاظمی صاحب، میخوایم از این هم صحبت بکنیم که در شرایط امروز همچون قهرمان آفریدن برای ملت افغانستان چه حسی برای شما داره؟ شاید حس قهرمانی من نتونم توصیفش بکنم، چون وقتی که من عشق ای بچه ها رو می دیدم و از همه مهمتر تیم کاری که با ما رفته بود، چون قطعا گفته ای که مریم جان گفت دقیق قهرمانی به این شکل یک نفر نمیتونه و باید یک تیم باشه که خدا رو شکر بهترین تیم پشت سری بازیکنایی که در میدان بودن ما داشتیم که تانستیم همی توی یک قهرمانی رو تقدیم مردم بکنیم و او حس شاید در جملات نشه توصیف کنیم. جناب کاظمی، یک موضوع دیگه هم هست که
تمام شما کسایی که در رأس هستین و اگر بگویم شما مربی ها تانستین که همو توانایی ها و فعالیت های خودتان نشان بتین و آموزش هایی را که شما داشتین نتیجهش دستاوردی جوان ها شدن. چقدر یک تیم موفق، یک تیم از مربیان موفق میتونه پشتوانه خوبی برای بازیکن ها در داخل میدان باشه؟ قطعا وقتی که یک مربی دورای آموزشی را فرا میگیره و نهادی به نام فدراسیون فوتبال افغانستان مصارفی را به عهده میگیره که مربی‌ها را آموزش بده و از طریق مدرسین AFC یا مدرسین فیفا، انتظار به این هست که بتونن او آموزه ها را انتقال بدن به بازیکن‌ها و مربی‌ها وظیفه خودشان هست و به شخصه وظیفه من خودم میدانم که او آموزه هایی را که یاد گرفتیم باید در اختیار بازیکن ها قرار بدیم که بهترین تیم های ملی را ما داشته باشیم و بتونیم از این داشته ها و از این بازیکن های خوبی که داریم بتونیم به اون نتیجه مورد علاقه و قابل قبول برای مردم دست پیدا کنیم. دیروز میدان هوایی شور و دیگری داشت، عشق بود، لبخند بود، خوشی مردم افغانستان. گاهی ناگاه مردم غم زیاد داشته باشه گریه میکنه و گاهی هم خوشی بیشتر داشته باشه گریه. از مردم عشق پرور ورزش جناب دکتر سبایید بر ما بگوین که چگونه استقبال کردن دیروز وقتی که برگشته؟ بازم تشکر میکنم و او چیزی که ما فکر میکردم از او بالاتر احساس مردم بود، مردم بود که ما به این درجه رسیدیم و از مردم عزیز ما بسیار تشکر میکنم. با آن چیزی که ما علاقه داشتیم ما را تشویق کردن که عشقشان بود، چیزی بسیار زیاد ما را که تشویق کرد عشق یا بود که ما کوشش کنیم که بخیر برنامه بعدی هم همچون خوشی را برشان بیاریم انشاءالله. یک موضوع دیگر میخوایم که بشنوم از شما که از جریان مسابقات اونجا بر ما بگین، در تاجیکستان افغان ها یا آماده بودن و حمایت تماشاچی ها در داخل میدان هم بود یا خیر؟ بله تشکر از شما. افغان ها بود اوجه، از همون تعداد ماجرینی که اوجه بود و از دوستا بود که آمده بودن بسیار تشویق میکردن، همیشه در بازی ما میامدن تشویق میکردن و شار ما از استقبال و تشویق از بسیار خوش بودن. میگن تشویق بله. داخل میدان بسیار رول دارن، بسیار زیاد. بله بله. از این جوان ها میخواییم بشنام، از این بازیکن های خوب و ما خوب درخشیدین، واقعا افتخار میکنیم و می صفات فیسبوک چند لحظه رنگ دیگر دادین، دور از تعصب، دور از قومگرایی. ورزش یگانه راهی هست که میتونه وحدت و همدلی را به میان بیاره. با چه حس داخل میدان میشدین و چی چیز وادار میساختن تا خوب بازی بکنین با تو؟ کی جواب خود میتونه بله. بین دوستا؟ اما امید تیم ما خوخا. بله. وقتی که ما مسابقه مثلا فردا مسابقه داریم، ما شب حتی برای مسابقه فکر میکردیم پیش خود که ما چگونه بازی کنیم، چون برای یک تیم فوتبال نمیم، برای یک ملت ما فوتبال میکنیم که برای 30 میلیون افغان ما فوتبال میکنیم. یک است بسیار خوب، پیش از او با یک روی خوب ما داخل میدان بشیم و پیش از او هم تصمیم میگیریم که ما باید چی کار کنیم. مثل بازی آخره که ما پیش از او متاسفانه با چانس گفتیم، چانس نداشتیم باختیم و بعد از او که تصمیم گرفتیم، حتی ما تصمیم 3 گل گرفته بودیم که از 3 گل کم ندیم و همه ترام شد، چون اگر تصمیم درست و عمل کرده درست ما چیزی که تصمیم گرفتیم وقت در میدان بتونیم بدیم یک امید داشتیم و هم پیروزی با. چون حق ما بود، ما کوشش زیاد کردیم و با قهرمان شدیم. به این طرف میریم و این هم میخواییم بپرسم که وقتی داخل میدان می شدین، در امو لحظه از افغانستان کدام تصویر به ذهنتان خطور می کرد تا خوبتر بازی بکنین شما؟ زمانی که تیم ملی بزرگسال ما قهرمان جنوب آسیا شدن، ما اون زمان امو قهرمانی یاد ما می آمد که می گفتیم ما باید این کپ زیبا را ببریم به افغانستان و امو قهرمانی. امو تو که مردم از تیم بزرگسال ما حمایت کردن و از ما هم این رقم حمایت کنن. باید که جای افتخار هست. بله، از بین بچه ها کی گل زده زیاد در مسابقه؟ سه گل زده. کجا هست نفر گلی دست خود بلند بکنه؟ از غرجان هست، کسی که بیشترین گل تانست به ثمر برسانه. و مریم
دوستایی که در اینجا هستن دیگه مربوط خودت میشه. بله یک گپ دیگه ایمال که بله. ما به این فکر میکردم که ما خودت هر روز میگیم که تبعیض باید کنار بگذاریم و بدون شک تمام بچه‌ای که اینجا هستن امکان داره که هر کدامشون از یک ولایت مشخص باشه، همشون خو از کابل نیستن و این می نشون میده که چقدر اینا متحد با هم بودن که همه گپا را کنار گذاشتن و تانستن که با یک کار گروهی به پیروزی برسن. بله، مرا گفتن که بیا و این مایک ما هم فکر میکنم که افتید باید هم که مایک خودت جور بکنم. خب ما یک برا. اینجا خب مایک ما بگیرم. خب خیره دیگه کپا میگیریم و میخوایم که شما هم بین اینجا همراهیم. نه نه فقط با نمایندگی خب بچه ها بیان بفرمایین بین که با یک شعار همه ما صدا میکنیم که زنده باد افغانستان. فقط از اینجا او طرف هم نمیریم. دکتر صاحب شما میشه که از میسای بین همگی مریم خودتان در گوشه میشه که بله. خب کپا میگیریم که از میسای برین با یک افتخار همه ما صدا میکنیم زنده باد افغانستان، زنده باد افغانستان، سربلند باد افغانستان. وقفه داریم.